سلام، خیلی خوش اومدید. من نایوکم و این اولین ویدیوی منه. امیدوارم حالت خیلی خوب باشه. امروز می‌خوایم تو این ویدیو راجع به نسل ارتقا یافته یا نسل خیلی پیشرفته ای از بشر حرف بزنیم که با اسم مختلفی هم میشناسیمشون. بعضی میگن وامپایر، بعضی میگن خونشان، بعضی میگن دراکولا. و اینا زمانی که بودن خب مسلمان برای انسان‌ها به خاطر زاغه‌ای که داشتن، قابلیتایی که داشتن، دشمن خیلی بزرگی به شمار میومدن. ادامه ویدیو میخوایم چند تا تئوری از اینا رو براتون تعریف کنم و خب اگه هستن کجا زندگی میکنن و خب کلا میخوام بهش بپردازیم. اگه کنجکاوی تا آخر ویدیو همراهیمون کن. خیلی خوش اومدید. خب اولین تئوری که هست میگن تو دهه‌های 80 تو اروپا یه ویروسی بین مردم کلا پخش شد که این ویروس باعث میشد که مردم تمایل به آشامیدن خون داشته باشن، کلا میل اصلیشون رو به غذا خوردن از دست بدن. این ویروس باعث میشد که مردم علاقه خیلی خاص و شدیدی به خوردن خون و آشامیدن خون پیدا کنن. اون زمان کسایی که این ویروس رو دچارش میشدن روزا رو تو قبرشون استراحت میکردن و شبا رو برای شکار کردن از قبرشون بیرون میومدن و شروع به شکار کردن میکردن. و خب اگه انسانی میتونست از دست خوناشما فرار کنه، نهایتا 3 روز دووم میابرد و بعد از 3 روز اونم خودش تبدیل به ومپایر یا خوناشام میشد. با گذشت زمان این ویروس اهریمنی بزرگتر شد، کم کم خوناشما جاودانه شدن، کم کم باعث شد که اونا بتونن تغییر شکل بدن، خودشون رو به شکل انسان ها در بیارن و خب به شکل بعضی از جانورات مثل خفاش و گرگا. از اون زمان به بعد مردم اگه خوناشامی رو میکشتن توی دهنش سنگ خیلی بزرگ قرار میدادن که این اگه زنده بشه نتونه کاری کنه و اونجا دوباره بمیره، تو قبر خودش دوباره بمیره. میگن که خوناشاما از نسل لیلیسن. حالا لیلیس کیه؟ میگن قبل از ساختن هوا برای آدم، خدا یه نفر آفرید به اسم لیلیس که این از جنس آتش بود. کلن از بوی خاک خوشش نمی اومد، از بوی آدم خوشش نمی اومد. زمانی که گفتن، خدا به فرشته‌هاش، به مخلوقاتش گفت که به آدم سجده کنید، لیلیس هم همراه شیطان سجده نکرد و معتقد بود که همه ما برابریم، همه ما مخلوقات خدا هستیم پس برابریم و سجده نکرد. و اولین شخصی بود که به شکل مار همراه شیطان خارج شد از جهنم. میگن در طول زمان لیلی صاحب فرزندان خیلی زیادی شد و خب خون شما حتی گرگینا از نوادگان لیلیس هم. این هم به تئوریه. یه مقاله علمی دیگه هم هست، میگه که ما انسان ها بعضی از ماها تعداد کمی وقتی که بلوغ میکنیم و بلوغ میرسیم یه بلوغ عجیب غریبی داریم. بعضی از انسان ها، نه هممون، یه بلوغ عجیب غریبی دارن بعضی از انسان ها که تمایل خیلی زیادی به خوردن خون پیدا میکنن و همین کلن اصلا دلیل علمی وجود داشتن خون شماست که هستم و خطری هم ندارم و خیلی چیز عادی هم هست و صرفا فقط اختلال تو بلوغ بعضی از انسان است. خب به پایان ویدیو رسیدیم. مرسی که تا اینجا من رو همراهی کردی. اگه از ویدیو خوشت اومد لایک یادت نره و خوشحال میشم با سابسکرایب کردن حمایت کنی از ما. اگه ایده ای داشتی، نظری داشتی، میتونی تو کامنت ها و تو پیج اینستاگرام که این بالا میاد با من در ارتباط باشی. من هر روز کامنت ها رو میخونم، چک میکنم. اگه ایده ای داشتی، اگه نظری داشتی، خیلی خوشحال میشم که با من در اشتراکش بذاری. خب تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.